پاسخ به فلزاد یا طلا یا اهداف نیاز داره که اون سیستم توان تشخیص رو داشته باشه. اون یابنده فلزیاب، رادار زمینی دستی یا معدن یا تو جریان تشخیص توان داشته باشه که بتونه الان یه فلزی رو تشخیص بده که واکنشاش، پاسخهاش، شکلاش و رفتارهاش رو اپراتور به دست بیاره و ببینه به چه صورت کار میکنه. مگنومدیون یا با مغناطیس یا یون فلزاتی رو که الان بهش میخواید نشون بدید آشکار کنه رو نمیتونه براتون به صورت عادی بیا جریان الکتریکی یا یونیش یا میدان مغناطیس یا مغناطیس رو مشخص بکنه. مگنومدیونیاب ها نیاز به فشار بسیار زیادی از جریان یونی و جریان مغناطیسی دارن که فلزات چه در حال چه مربوط به گذشته زیر خاک مونده باشن سالیان دراز یا نمونده باشن، شرایط ویژه‌ای رو به این صورت با این تراکم بالا مثل آهنربا که جلوش میگیرن یا جلوی لامپ کم مصرف میگیرن هیچ وقت درش به وجود نخواهد اومد، چون نمیتونن فلزات اون مقداری که فشار وارد از مغناطیس زمینه رو به اون میزان چند برابر بازتاب بدن، چون به همون میزانی بازتاب میدن که مغناطیس زمین داره بهشون فشار وارد میکنه. و اون فلزاتی مثل فلزات غیر مغناطیس یا پارامغناطیس که در جریان شرایط مغناطیسیشون پرفشار نیستن موضوعشون باز بالاتره، چه در جریان مغناطیسی چه در حالت یونهای آزاد شده شون شرایط پرفشار یا پرتراکمی رو ایجاد نمی کنن که بخوان یونیا با مگنومترا تسلاها بهشون واکنششون بدن، چون ساختار ترکیبی فلزات منابع دیامغناطیس یا پارامغناطیس که مغناطیس ندارن دوچار تغییرات مولکولی نمیشه که در طول زمان این وضعیت طول زمان موجب شه که حدیده مغناطیسی یا یونی اثرگذاری درشون شکل بگیره که مگنوم تسلا یون یابا بتونن رو طلا یا فلزات با قدمت عمر زیاد از خودشون پاسخ یا واکنش نشون بدن. ساختار فلزات یا طلا یا فلزاتی که پارامغناطیسن هیچ وقت دچار فشارات مغناطیسی یا یونی چه در حالت اولیه چه در حالت تغییر یافته به مرور زمان نخواهند شد و خود سیستم های مگنومدیونیا یا تسلا توان گرفتن اثر پذیری از یک حرکت جریان یونی یا مغناطیسی یک فلز جدید یا قدیم رو ندارن، این توانایی رو ندارن و فلزات هم هیچ وقت مغناطیسی رو که زمین بهشون وارد میکنه به چند برابر واکنش نمیدن که بگیم چون طلای قدیمیه نقره قدیمیه میتونه بگیره، نمیتونن بگیرن چون اصلا یه همچین بازتابی رو نخواهند در طول زمان از خودشون نشون بدن.